آقای خلجی، سلام بر شما. سلام بر شما و همینطور بر دوستان ارجمند. ممنونم ازتون. آقای خلجی، طی روزهای اخیر یک ویدیو وایرال شده در توییتر. خانومی در تلویزیون ایران گفتن که مملکت متعلقه به حزب اللهی هاست. دقیقا همین جمله رو استفاده می کنن و از دعوت شدن یک سری آدم ها در تلویزیون به عنوان مهمان ناراحت هستند. من میخوام از شما به عنوان یک ایرانی که خارج از ایرانم زندگی میکنه ازتون بپرسم که کشور ایران متعلق به کیست؟ یعنی مملکت ملک کیست؟ ببینید، این حرف رو به شکل‌های گوناگونی رهبران جمهوری اسلامی زدن. مثلا گفتن که این مملکت مملکت امام زمانه، یا اینکه این در این مملکت مثلا چنان کارایی میشه کرد، کارایی نمیشه کرد. کسایی که اینجوری دوست دارن زندگی کنن ایران بمونن، کسایی که دوست ندارن برن. مسئله اینه که در این نشون دهنده یک مسئله مهمتریه، و اون که در جمهوری اسلامی چیزی به نام حق ما نمیشناسیم و چیزی به نام شهروند. یعنی وقتی که شما میگید حزب الله یا حق دارن بمونن و حزب غیر حزب الله حق ندارن، حزب اللهی که یک به اصطلاح مفهوم حقوقی نیست، چه کسی حزب اللهیه؟ در حقیقت حزب اللهی کسیه که به شخص رهبر وفادار باشه. خب بنابراین یک کسی میتونه امروز حزب اللهی باشه، فردا حزب اللهی نباشه. مثلا آقای احمدی نژاد تا دیروز حزب اللهی بوده، امروز نیست. این معناست که چیزی به نام حق وجود نداره و چیزی به نام شهروند وجود نداره اساسا، و بالاتر از این چیزی به نام انسان وجود نداره. یعنی که جمهوری اسلامی به آدم ها به عنوان یک چیزهای زائد نگاه میکنه که اینها رو هر وقت شما دلتون بخواد میتونید هر کاری باهاشون بکنید، ولی که از مملکت خارج بکنید. فراموش نکنید که مکان مهمترین چیزی است که انسان داره و بهش نیاز داره. در اساطیر دینی جهان زندگی با آمدن روی زمین آغاز میشه، با هبوط آدم آغاز میشه، با اینکه انسان یک جایی داشته باشه. انسان باید در یک مکانی باشه، و بیمکان کردن انسان ها بزرگترین جنایتی است که یک حکومتی میتونه در حق آدم ها بکنه. در یونان باستان و در روم باستان تبعید مجازاتی بود بالاتر از اعدام، و یعنی که شما یک نفر رو از جای خودش به در بکنید مثل اینکه او رو به مرگ روحی محکوم کردید. و بنابراین شما به یک آدم ها حس بدین که این خانه تو نیست، زادگاه تو نیست، و تو حق نداری که اینجا بمونی، و هر لحظه که من دلم بخواد تو رو از جای خودت بیرون میکنم بزرگترین جنایتی است که میتونید بکنید. و بدونید که در حقوق، اصل حقوق مالکیت مکان هست. یعنی اول شما باید یک چیزی رو داشته باشید و بعد حقوق دیگه، یعنی حقوق تمام حقوق دیگر انسان بر اساس حقوق مالکیت و مالکیت زمین بنا میشه. اگر شما این رو انکار کنید از آدم ها، یعنی به هیچ حقی اونها دیگه باور ندارید. من صدا شما رو نمیشتم. نه، ببخشید. آقای خلجی، به نظر شما چه اتفاقی که پیش میاد که چه چیزی باعث میشه که کسی به خودش چنین اجازه‌ای بده به عنوان یک خانم شهروند، حالا شاید پست و مقامی هم داشته باشه، که بیاد چنین اعلام عمومی رو بکنه و این حق شهروندی رو از بقیه آدم ها بگیرن؟ خب این چیزیست که خود ایدئولوژی اسلامی تبلیغ میکنه. تو ایدئولوژی اسلامی اساسا به شما میگه که شما ارزشتون به این هست که این اعتقادات داشته باشید، و در عمل اون اعتقادات هم مهم نیست. ارزشتون به اینه که چقدر شما وفادار به شخص رهبر باشید. یه نکته را من باید اشاره بکنم، اون که بزرگترین قربانیان یک ایدئولوژی کسانی هستن که اونو باور میکنن. من این خانم رو یک قربانی ایدئولوژی میدونم، یعنی کسی که باور کرده که اون چه که این ایدئولوژی میگه درست هست، در حالی که در واقع این ایدئولوژی ها کسانی رو که صادقانه بهشون ایمان میارن قربانی میکنن. یعنی در نهایت خود همین خانم میگه که من این تضاد رو نمیفهمم، به خاطر اینکه نمیدونه که اصلا این ایدئولوژی ها هیچ باکی از متضاد سخن گفتن، متضاد عمل کردن ندارن. این ایدئولوژی ها اساسا به هیچ پرنسیپ، به هیچ اصلی باور ندارن، به هیچ اصلی اعتقاد ندارن. اینها در نهایت به اراده رهبری و رهبر حکومت اعتقاد دارن، و اون رهبر حکومت
هم در سخن هم در رفتار سرشار از تناقض هست و خودش رو هیچ مسئول نمیبینه که اون تناقض ها رو رفع کنه یا توضیح بده. بنابراین خانمی که میگه که من از تناقض این حکومت یا تناقض تلویزیون گیج شدم، این قربانی این نظام ایدئولوژیک است. درسته، بله. آقای خلجی، برای اینکه مردم دل سرد نشن وقتی چنین صحبت‌هایی رو میشنون و احساس نکنن جمعیت زیادی از مردم یک کشور احساس نکنن که بخش رونده شده اون کشور هستن، شما پیشنهادی دارید؟ ببینید، در نهایت این حکومت ها میرن، جامعه میمونه، این مملکت مال ایرانی هاست و این ایرانی ها در حقیقت با حفظ زبان، با حفظ فرهنگ، با حفظ علاقه مشترکی که دارن، اینها موندن و انواع و اقسام حکومت های حالا یا از بیرون آمدن یا در داخل کشور استبداد، اینها آمدن و خواستن مردم تقسیم کنن، مردم رو پراکنده کنن، مردم رو از هم جدا بکنن، ولی این مردم موندن. مهم اینه که مردم با هم همبستگی داشته باشن. مفهوم ایرانی بودن خیلی مهمه. ایرانی بودن رو باید انقدر وسیع در بر گرفت که همه ایرانی ها رو در بگیره. همه ایرانی هستن با هر علاقه، با هر سلیقه. حتی همین خانم، ما حق نداریم یک روزی که مثلا در ایران دموکراسی برقرار شد کسانی مثل این خانم رو که این حرف رو زدن بگیم تو ایرانی نیستی. ما همه ایرانی هستیم، چه خوب چه بد. و تو ایرانی ها ایرانی خوب داریم، ایرانی بد داریم، ایرانی به اصطلاح آزادی خواه داریم، ایرانی آزادی ستیز داریم، ولی همه ایرانی هستیم. نگذاریم ایرانی بودن کسی مورد خدشه قرار بگیره. خود ما وقتی با جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم، مبادا کسی رو، حتی رهبران جمهوری اسلامی رو، غیر ایرانی بدونیم، شایسته زندگی در ایران ندونیم. چرا؟ همه ایرانیان، منتها اگر کسی جرمی، جنایتی مرتکب شد، باید طبق قوانین دموکراتیک مجازات بشه، اما ایرانی بودنش سلب نمیشه. ممنونم آقای خلجی، سپاسگزارم. اگر مشکل اینترنت بود، بعضی موقع تصویر شد بعضی از ثانیه ها، من عذرخواهی میکنم، نمیدونم این اشکال از کجا به وجود اومد. به امید ایرانی آزاد، ایرانی که متعلق به هممون باشه و هیچ کسی هیچ کس دیگه رو از ایران نخواد برونه. آقای خلجی، شب و روزتون بخیر، خدا نگهدارتون.